فرار مقامات غنی، محب و فضلی به تاجکستان فرار کردند. صلاح‌الدین محمد محقق خلیلی، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود به تاجکستان و همچنان چند رویداد تازه دیگر که همین لحظه به دسترس ما قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. بشیر احمد قاسانی روی صفحه فیسبوک اش نگاشته است: فوری اشرف غنی، حمدالله محب و فضلی به تاجکستان فرار کردند. برخی منابع بر روزنامه ایشیا پلاس تاجکستان گفتند که این مقام‌های پیشین افغانستان از دوشنبه مرکز تاجکستان به کشور سومی رفتند. صلاح‌الدین ربانی، میررحمان رحمانی، کریم خلیلی، محمد محقق، لطیف فطرام، احمد ولی مسعود، احمد ضیا مسعود، یونس قانونی و شمار دیگری از سیاسون به دعوت پاکستان امروز به اسلام آباد رسیدند. تولونیوز همچنان نگاشته است: تازه دو منبع به تولونیوز میگویند که رئیس جمهور غنی کشور را ترک کرده است. شاداب امین بگزاد نگاشته است: پی پی اس خل صلاح شد. قبلا گزارش شده بود که اشرف غنی به سفارت آمریکا انتقال داده شده است. تاجودین سروش روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: فوری سخنگوی طالبان، افراد طالبان داخل شهر کابل نشدند و آنانی که در نواحی کابل خود را به نام طالبان ظاهر می سازند او باش هستند و مسئولان امنیتی کابل باید جلو آنان را بگیرد. پس نیروهای امنیتی باید یک لحظه غفلت نکند و اقدام فوری کند و جلو غارت و بی‌بندوباری را بگیرد. در این حال آمد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، در یک پیام ویدیویی که سه دخترش نیز حضور داشت با اشاره به وضعیت کنونی گفت که او با خانواده‌اش در کابل است و از مردم خواست که آرامششان را حفظ کنند. آقای کرزی از نیروهای امنیتی و گروه طالبان خواست تا در هر جایی که مستقر هستند اجازه ندهند که افراد چپاولگر اموال مردم را دزدی کنند. وی تأکید کرد که تلاش ها جریان دارد تا مشکل کنونی پایتخت از طریق گفتگو و مذاکره به زودی حل شود. شاداب امین بگزاد میگوید: وزارت داخله میگوید که به قطعات خاص پلیس که از این لحظه در حوزه ها و سطح شهر کابل توظیف شدند هدایت داده شده که با توجه به اعلامیه گروه طالبان مبنی بر عدم داخل شدن به شهر کابل، در صورت مشاهده افراد فرصتجو و سوء استفادهگر اقدام به دستگیری و در صورت نیاز امر فیر به آنها داده شده است. پژواک نیوز همچنان نگاشته است: طالبان هزاران زندانی در بگرام و پل چرخی را آزاد کردند. پژواک نیوز همچنان گزارش می‌دهد: همایون وکیل ازبق ولسی جرگه خود را مسئول امنیت کابل از سوی طالبان یاد می‌کند. آیا غنی افغانستان را ترک گفته است؟ رسانه‌های محلی افغانستان می‌گویند که رئیس جمهور افغانستان این کشور را ترک گفته است. به نقل از تولونیوز، دو منبع گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور را ترک گفته است. رسانه‌های تاجیکستانی از سفر رئیس جمهور افغانستان به این کشور خبر دادند. رئیس جمهور افغانستان در حال این کشور را ترک میگوید که گفتگو برای انتقال قدرت پیش از ظهر امروز میان طالبان و دولت افغانستان آغاز شده است. یادآوری میکنیم که در حال حاضر برخی از مناطق شهر کابل را گروه طالبان تصرف کردند. رسانه‌های تاجیکستانی گزارش دادند که رئیس جمهور غنی کابل را به مقصد تاجیکستان ترک کرده است. پیش از این طالبان اعلام کردند که کنترل بر تمام قلمرو افغانستان را در دست گرفتند. طبق گزارش‌ها طرفین مذاکرات را در ارگ ریاست جمهوری برای انتقال قدرت آغاز کرده است. طالبان یک دولت همشمول تشکیل می‌دهند. سهیل شاهین، عضو مذاکره کننده طالبان در دوحه، میگوید که این گروه منتظر انتقال قدرت هستند و قصد دارند که در آینده یک حکومت اسلامی همشمول تشکیل دهند. این عضو تیم مذاکره کننده طالبان این مطلب را در یک مصاحبه با یک رسانه خارجی بیان کرده است. شاهین میگوید: به افراد ما هدایت داده شده است که در دروازه های کابل باشند و نکوشند که وارد شهر شوند. ما منتظر انتقال مسالمت‌آمیز قدرت هستیم. منظور من این است که شهر و قدرت باید به امارت اسلامی افغانستان منتقل شود.
پس از آن یک حکومت همشمول اسلامی که همه افغانها در آن خود را ببینند. وی تأکید کرد که ساکنان کابل نباید از امنیت و اموال خود نگران باشند، زیرا طالبان قصد ندارند در پایتخت دست به خصومت بزنند. با گفته وی طبق برنامه رهبری سیاسی طالبان در دولت جدید در افغانستان، زنان حق تحصیل و کار را خواهند داشت و همچنان می توانند در دولت کار کنند. پیشتر طالبان شرط برقراری آتش‌بس در افغانستان را کنارگیری اشرف غنی از قدرت گفتند. طالبان می گویند از غنی می خواهیم با ما همکاری کند. در حالی که طالبان دولت اشرف غنی را ته کمتر از یک ماه با سرنگونی مواجه کردند، سهیل شاهین یکی از اعضای مذاکره کننده این گروه از غنی خواست با آنها همکاری کند. شاهین در گفتگو با بی بی سی جهان گفته است که خواهان انتقال مسالمت آمیز در روزهای آینده هستند. با این حال او از اشرف غنی و دیگر رهبران افغانستان خواست تا با طالبان همکاری کنند. وی در ادامه گفته است که مردم فعالیت‌های عادی خود را از سر بگیرند. این عضو طالبان بیان کرده است که انتقامی از افرادی که دولت یا نیروهای خارجی کار کردند وجود ندارد. وی تصریح کرده است که طالبان می خواهند همه سفارت‌ها به کار خود ادامه دهند. هیچ خطری برای دیپلمات‌ها وجود ندارد. همه باید کارهایشان را در گذشته انجام می‌دادند انجام دهند. شاهین درباره زنان گفته است ما به حقوق زنان احترام می‌گذاریم. سیاست ما این است که زنان تحصیل و کار کنند و حجاب داشته باشند. این گروه در زمان حکومت قبلی خود زنان و دختران را از آموزش و کار محروم کرده بودند. این روی کرد طالبان نگرانی جدی را در پی دارد، برغم این که آنها تأکید دارند که تغییر کردند. طالبان در حال حاضر تقریبا تمامی ولایات را تصرف کرده و به دروازه های کابل رسیدند. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفا نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار، کامگار و سرفراز باشید.